بسم الله الرحمن الرحیم. امروز پنجشنبه دوم آبان 1398 در خدمت استاد بزرگ حقوق عمومی و اساسی ایران هستیم، آقای دکتر سید محمد هاشمی، پروژه تاریخ شفاهی حقوق ایران، آموزش، اجرا و قضاوت. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما دوست عزیز و دیگر کسانی که در جریان این امر هستن، من سخنم را با یه آیه قرآن آغاز میکنم که حرکت مردمی دوش است. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معه الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. خب این مسئله است که ابتکار افراد مردم را مورد توجه و تاکید قرار میده. آقای دکتر، 1/1/1320 متولد قم؟ نه خیر، من شناسان بله بله 8/1/1320 تو من نه، من عرض کنم شب یلدا به دنیا آمدن. بله، ولی شناسان به دیرتر داشته. آها، یلدای 19 من متولد. شما متولد 1119 هستی؟ بله. شب یلدا منطقه براته. خب قضی ما شناسان به دیرتر میرفتن. بله، پس اون تاریخی که شناسان من گرفتن 8 فروردینه 1320. بله. که تاریخ تولد بودن 1 فروردین 1320. درسته، یعنی 3 تا تاریخ شد. آره، بنابراین اینا خب قدیما اینجوری بود. بله. هر حال من میخوام بگم خدمتتون که این شناسنامه من بود، خواستم راستشو بگم خدمتتون. خواهش می‌کنم. از خانواده بگین شغل پدر. پدرم فرهنگی بود و تحصیلاتش هم خب حوزوی بود و از جهت نگرش اسلامی نسبت به قضایی داشت. همجاز من در یک خانواده به دنیا آمدم که هر حال بنیاد علمی مطلوبی داشته. همجاز است که در واقع حالا یک مندرجاتی در زندگی من هست که برای من درس شده. حالا نمیدونم بگم و نگم. بله حتما. پدر من 4 تا نصیحت به من کرد. بله. یک، عرض کنم که نون حلال بخور. دو، متواضع باش، اما راست را آدم متکبر باش. سه، دست هیچ کس رو نبوس. سلمان پارسی از ایران رفت مدینه، خواست دست پیغمبر نذاشت دست چوبه. بله، دست بوسی ممنون. ممنون. و چهار، هر روز قرآن بخون، اما روزی هم بیشتر نخون، ولی با فکر و اندیشه. این 4 تا تعلیمی که بدن من داد واقعا زمینه ساز زندگی من از نظر هنجاری ساختاری رفتاری بود. به یعنی مدرسه فکری شما با این 4 نصیحت؟ بله، این 4 نصیحت پدر بود. چه خوبه. پدر من فرهنگی بود عرض کردم و خانوادهش البته خانواده روحانی بود. و پدرتون هم روحانی بودن؟ پدر من روحانی، یعنی تحصیلات حوزوی داشتیم اون موقع، ولی ملبس نبودن. ملبس نبود. حالا از این جهت به هر کارش هم فرهنگی بود و معلم بود. و بله، چه مقطعی معلم بودن پدر؟ خب اون موقع دوران ابتدایی بود اول دیگه. درست. که من خب هم میگم اون زمانی که من درس بود دهه 20 من متولد شدم دیگه. بله. بنابراین اون موقع تحصیلات نوعا ابتدایی بود دیگه. بله. اما بعدا خب به هر حال متوسط هم ایشون درس. من خانواده فرهنگی بودم که خیلی مبنای دینی و عقیدتی داشت، از جهت به هر حال راهنمای زندگی من شد با اون 4 نصیحتی که پدر من کرد، که واقعا نصیحت بسیار ارزنده و ارزشی بود. بله. و به درکش رسیدم و به هر حال میخوام بگم بهترین میراث پدرم بود که من داد و من افتخار میکنم به قضیه که راهنمای زندگی من شد. خوشبختانه. مادر تا چه مقطعی تحصیل؟ مادر من البته تحصیلات مدرسه ای نداشت، تحصیلات قرآنی داشت. بله. حالا اون موقع که عرض میکنم حالا من میخوام بگم تو خانواده ما، تو کل خانواده ما نزدیکانمون یه نفر درس وارد مثلا مدرسه داده، اونم خواهرم بود که بعدا فرهنگی شد و اینها. و افراد یا بی سواد بودن یا حوزوی بودن دیگه. مثلا پدر من حوزوی بود، البته خب فرهنگی بود. پدر بزرگم هم طور روحانی بود. عموهای من خب مقشای من همه روحانی بودن. پس این تحصیلاتی که امروز داشتیم اون موقع خیلی مطرح نبود، چنان بگیم دکترا و فوق لیسانس و چیزا. بله. من خواهر برادر بودم. 5 تا. 5 تا. خواهرات چه مسیری رفتن تو زندگی؟ اونا هم به هر خواهر من، خواهران اون موقع بیشتر خانه‌دار بودن. بله. ولی خواهر بزرگ من که هنوزم خوشبختانه زنده شده در کانادا زندگی می‌کنه، این معلم. بله. من هم شد. آها. یعنی اون زمان تو کل
محل ما یه نفر درس خونده بود، خانم ها اونم خواهرم بود دیگه. بله. ولیزا اون کارش معلمی بود و خب مدت حالا 45 سال درس میداد و به هر حال از این جهت خواهر من معلم منم بوده دیگه، پدر من معلم بوده. ولی خواهرای دیگه خونه دار یا به اصطلاح خیاط یا به هر حال از این موارد هر کدوم تحصیلاتی داشتن ولی در مسیر فرهنگی نبود. خانواده از نظر مالی چطور بودن؟ متمول بودین یا در حد متوسط فرهنگی؟ بله، خانواده من به هر حال خیلی زندگی شرعی داشتن و همین جهت است که مراعاته مسائلی میکردن و لذا اگر میخواستن ثروت بند بشن خیلی براشون امکان پذیر بود. ولی به اصطلاح همینطور که عرض کرد بدن من گفت نون حلال بخور، خانواده من کلن همچه حالتی بود. خب حقوقش هم خوب بود دیگه، به هر حال معلم اونجا خوب که داشت خوب بود، زندگی خوب نصف مجموع داشتیم. و تا چه مقطعی قم تشریف داشتیم تحصیل کردیم؟ من در یک روستا متولد شدم، روستای جاسم. بعدش پدر من منتقل شد محلات، دوره متوسطه رو در محلات موندم و بعد البته بعدش هم در دوره متوسطه دوره دانشگاه رو مقدماتی یک رشته معلمی هست اونم خوندم و به حال از سال 1339 من معلم شدم. بعد چه سالی تشریف بردین تهران؟ البته من تهران می اومدم. بله. ولی تابستون می اومدم دیگه. یک عموی داشتم که سردفتر بود و تابستون می اومدم دفترش کار میکردم. و خب اونجا اصطلاح سرگرمی بود و حالا یه مقدارم حقوق می گرفتم. پس تا پایان مقطع متوسط قم بودی. بله. شما در مدرسه تنبیه شدید در دبستان و دبیرستان؟ تنبیه بود، منتها حالت انضباطی نداری، معنای خیلی خشونت آمیز. بله. و من خیلی به اصطلاح چون خیلی رعایت کننده بودم، منضبط بودم. حالا یادم نیست که تنبیه شده باشم. یعنی معلم خاصی یا درس خاصی هست که خیلی توی دبیرستان یا مقاطع پایین‌تر به دلتون نشسته باشه، تو ذهنتون باشه؟ من ذهنم ریاضی بود. بله. یعنی در واقع استعداد ریاضی من زیاد بود. به همین جهت است که به اصطلاح آموزش های ریاضی من بالا بود، مثل جبر و مثلا فیزیک و شیمی از این چیزا بر دیگه وارد انگاره های ادبی و اینها هم به هر حال بودم دیگه. بهترین معلم پدر من بود دیگه. آه. از این جهت است که پدر من واقعا نصایحی که میکرد، حرفایی که میزد همش مبتنی بر اخلاق بود و تعلیماتی هم که میداد دوستانه و محبت آمیز. هیچ وقت تندی نکردم؟ نه، حالت پلیسی نداشت. تذکر خوش رو بودن؟ بله، خیلی متبسم و خوش رو و خوش اخلاق به هر حال بودیم. روحیه طنزی داریم. من ببینم این طنز از کجا میاد. من به هر حال طرفدار دوستی بودم. در دوستی یکی از مندرجات دوستی گفتن مطالب خوشایند که همه شوخی و اینا. و از این جهت توی مدرسه مثلا من در واقع خیلی موقعیتی داشتم که موجب نشاط و شادی توی کلاس میشد. به همین جهت است که به اصطلاح من وصف خوش اخلاق میدن به اصطلاح گفتن محمد خوش اخلاق بچه های همسن سالم. همین جهت است که در واقع فلزا همون نصایح پدرم خیلی خوب بود که یکی از چیزاش هم خنده لبخند داشته باش، عصبانی نشو و اینا. اینا درس های بود که من را در این مسیر انسانی انسان دوستانه و خوش اخلاقانه قرار دادم. تا 20 سالگی موردی بود که دوست داشته باشید در نظر مالی و مثلا تمکن خانواده نباشه یا مثلا یه دغدغه عشقی؟ این مثلا مطلب خوبی است که شما گفتین. میخوام بگم پدر من فرهنگی بود، برای زندگیش مجموعاً وضع بدی نداشت، اون تا اهل صدقه دادن و خدمت به دیگران. بله. بود و از این جهت هست که نام نیکش را تو تاریخ خانوادگی ما دیدیم. منتها میخوام بگم که صرف جویی، عدم اسراف، اینا نصایحی بود که هم پدرم هم مادرم هم میکردن که به اصطلاح بیشتر جنبه اخلاقی داشت. بله. مقطع دبیرستان رو تموم کردین، تشریف آوردین قم، با خانواده همه با هم اومدین یا فقط حضرت عالی اومدین؟ نه، من که بیام رفتیم محلات. بله. پدر من
هم از جاس منتقل شد محلات و اونجا بود و من دبیرستان ما در اونجا. محلات کدوم استان کجا رو میگی؟ محلات استان مرکزی. آها الان محلات کنار عراق و اینها سی اون موقع خب محلات بود دیگه. بله بله محلات یه جای خیلی خوش آب هست که یه سرچشمه داره که تو تاریخ برای ثبت. بله خب رفتیم محلات خوشا سرچشمه و آب و هوایش به شرط که ملاتی نباشه. محلات اونو میگن ملات دیگه. بله. بعد از محلات اومدین تهران؟ پدرم میگم من معلم بشم. بله اون زمان سیکل دوم اصطلاحا گفتن، یعنی از 9 به بعد 10 11 12 بله به اصطلاح خب دبیرستان بود، اما تام رشته معلم خیلی دانشسرای مقدماتی بود. خب اونجا تو محل بین قم و قمین و محلات و اینها یه جایی بود به نام گلپایگان که جایی داشت دانشسرای مقدماتی که اونجا دیپلم معلم میگرفتی و مشغول. بنابراین من اینکه میگم در اون مدت که بعد از یعنی در وسط های دوره متوسطه من رفتم به هر حال گلپایگان اونجا دیپلم گرفتم و مشغول شدم و بعدش اومدم محلات معلم شدم. بله محلات معلم شدم، بعدش هم همون جاز بکردم رفتم جا و کم کم به وارد و گذر زمان وارد دانشگاه شدیم در تحصیلم بدم. چهل چهار وارد شدیم و 47 تموم شد. بله 47 44 وارد دانشگاه شدیم. بله. دیگه یعنی 24 سالگی. بله بله 47 فارغ التحصیل شدم. درست. چطور وارد دانشگاه شدیم؟ موقع پذیرش چطور بود؟ کنکور بود دیگه. بله کنکور دادی. بله کنکور دادم، نمره خوبی هم گرفتم. از اساتیدتون دوره کارشناسی به من بگین آقای دکتر. اساتیدی که داشتم اساتید اولیه دانشگاه تهران بودن. بله. که در صدر اونها مرحوم دکتر سیدحسن امامی بود که به هر حال یک معلم واقعا نمونه از اخلاقی و بله. استاد معلم های دیگری هم بودن که به هر حال در واقع رشته های مختلف من چون سه بله. مطالب مستقی اسامیشون و زر یادم رفتیم. دکتر امامی که حقوق مدنی داشتیم بله دکتر آقای دکتر کریم سنجابی حقوق اداری. حقوق اداری بله. بله آقای منگلجی، آقای دکتر علی آبادی، آقای دکتر متین دفتری آینده دستی مدنی. آینده دستی مدنی بله. و آقای دکتر پاد که ایشون هم حقوق کیفری بود. که اونجا درس می‌داد. چه چیزی در استاد حسن امامی شما رو جذب کرد؟ دکتر سید حسن امامی عرض کنم که خب می‌دونید که ایشون درباری نه که یعنی بله منصوب به دربار بودن و رفت آمد داشتن. رفت آمد بله. داشتن ولی نظر اخلاقی مروت نمونه بودن دیگه. یکی از مروت‌هایشون که متواضع بود. در واقع با دانشجوهای پسرای خودش بچهای خودش رفتار میکنه و از این جهت است که به هر حال امامی رو من عنوان معلم نمونه هیچ وقت فراموش نمی کنم. ایشون حالا یه خاطری ازشون میگم بد نیست عرض کنم که دکتر امامی روحانی دربار بود دیگه. بله شاه که میرفت مسافرت دعا بگوش دعا یه چیز بخون. یه روز اومد گفت صبح شاه رفت مسافرت و ایشون اومد سر کلاس اینو گفت در دوستان در ضمن صبح یاسینم خوندم. یاسین که میدونی که یه اصطلاح قدیمی میگن یاسین گوش خر میخونم دیگه. موقع شاه رفته بود مسافره خارج امامی صبح رفته بود دعا بکشش خونده بود و اینو سر کلاس اومد گفت من هیچ وقت فراموش نکردم. این سال آزاده بود دیگه، نمیترسید از تبعات حرفش. خیلی به اصطلاح آزاده با مروت و با شخصیت و با سواد. با سواد و با ثبات به هم خیلی به هم با لباس هم میمدن سر کلاس لباس روحانیت داشتی. بله که همه استادای دکتر صفایی دکتر کاتوزن دانشجوهاش بودن دیگه. بله حضور غیاب میکردن دکتر امامی؟ حضور غیاب نه که مثلا کار چیز بود بیشتر جنبه آشنایی و مروت سر کلاس این کار رو انجام میدادن. نه مثلا دکتر امامی چیز نمیکرد. درست. ولی خب خیلی متواضع بود و واقعا استاد نمونه بود که من به وجودش هنوز بعد از گذشت 50-60 سال افتخار میکنم. این حس رو نداشتید که به هر حال اون موقع اوضاع شاه خیلی خوب نبوده تو افواه که مثلا ایشون درباریه تو دربار میره میاد آدم وابسته یه این حس رو نداشتید به امامی؟ ببینید هم امامی استقلال داشت، می استقلال لازم و کافی رو ایشون داشت. واقعا استاد نمونی بود که من همیشه وجود شد، یعنی استاد همه وجود شد. بله. و
اون موقع آی دکتر توی دوره کارشناسی استادا خیلی با دانشجو رابطه نزدیک مثل الان داشتن یا نه یه حجابی بینشون بود؟ چون اکثرا هم جز مقامات بودن. بستگی داشت دیگه، ولی کلاً استادای ما خوب بودن. من همراه همین گفتید اسامیشون رو، مثلا دکتر مهدی دفتری خب تو دربارم بود دیگه، ولی خب همون آی درسی ما درس داد یا اسامی رو گفتشون برای من یادم رفت. بله بله اینا رو گفتید، اینا استادای خوب بودن. اون تا بعضیشون به هر حال خیلی جدی بودن دیگه، یا حضور غیاب آنچنانی میکردن، ولی من حسال مجموع استاد خوب بودن. درسته، راضی بودی؟ راضی بودم. حتی ما استاد جوان هم داشتیم که حالا من ذکر غیر یکی دکتر برای دکتر کاتوزیان، یک استاد دکتر صفایی. بله. نام اولین درسشون ما دادن دیگه. دکتر کاتوزیان استاد حضرت عالی بودن. بله. اولین درسشون ما دادن. و دکتر صفایی. دکتر صفایی. بسیار. بله. اینه که خب دکتر مهدی دفتری و عرض کنم که دکتر امامی اینا اکثرا استاد قدیم بودن که نامی نیکی شما میشن. دوره یه لیسانس کلاس ها مختلط بود درسته؟ بله. و با حجاب و بی حجاب اون موقع کنار هم بودن. بله. از جو کلاس برای ما بگین. جو کلاس خب اون موقع حالت پلیسی داشت. آها. من از حال بستگی به استاد داشت. استاد ها اخلاقشون به چه ترد بود؟ من گفتم نمیدونم. خیلی کلاس ها بگو بخند یا شاد و اینا نبود. چرا بود؟ و میگه همین دکتر امامی کلاس واقعا مبنا بود. یا منتها خب بعضی ها مثلا طرف استادی این درسی که پیری بود خود بخوری حالت چیز درست. این طنز شما اون موقع هم بود سر کلاس مثلا چیزی بگیم بچه ها بخندن یا شادیتون رو با بقیه تقسیم کنیم؟ آره آره، من به هر حال اهل متایبه هستی. متایبه و اینها بودم و بسیار هم تو این زمینه باهوش و خیلی ظریف و دقیق. بله به هر حال. خاص خودتونه. آره به هر حال در این خصوص من خاطرات خوبی برام هست و دوستان خیلی خوبی دارم که الان مثلا بعضشون بازشست داشتن یا سن رو تاکی بلاست و همگر یادش به خیر فلان. چند سالگی ازدواج کردین های دوتو؟ 21 سالگی. یعنی وارد دوره کارشناسی شده بودی؟ بله. قبل از اینکه وارد دانشگاه بشین ازدواج کردین؟ بله. چرا بله. زود؟ خب دیگه اون موقع زود بود ها؟ آره. یا اون موقع زود نبود اون سن؟ حالا این که دارم میگم خدمت شما، هم موقع ما قوم بودیم. بله. و حالا همسایه داشتیم که دخترش، من یکی از خواهرام موقع تو خونه قالیبافی هم میکردم. بله. یک دختر همسایه داشتیم که اونجا بود، پلوی خواهر من قالیبافی. با اون خانواده آشنا شدیم و به هر حال ازدواج کردیم. ازدواج سنتی بود. ازدواج سنتی بود. یعنی اون موقعی که تشریف بردین خواستگاری معلم بودید. بله. با زمانی هم که تهران در واقع دانشجو بودید همسر تهران بودن و کنار شما. بله بله. بعد که دوره کارشناسی تموم شد چقدر مقاطع بعدی چه جوری بود؟ یا شغلتون عوض شد یا جایی رفتین مشاور حقوقی باشید به فکر وکالت باشید؟ همطور که عرض کنم من 47 فارغ التحصیل کارشناسی شدم. پدر من به اصطلاح به من نصیحت کردی هستش که قضاوت نکن، قضاوت کار مشکلیست و اینها. و بعد هم من وقتی لیسانس گرفتم سریع برای قضاوت قبول شدم. بله. سال 48 اونم آزمون بود. بله. سال 48 من قبول شدم و به هر حال حکم قضاوت من صادر شد. منتها خب در این حال حساس پدر من نصیحت میکنه که فرمان صادر کنه که قاضی نشو، و پسر قاضی نشو بهتره چون کار سختی است و عدالت نیست و از این چیزا. و اتفاقا من معلم بودم، حقوقم موقع ماهی 500 تومن بود. قاضی میشدم حدودا بود 1880. خیلی بیشتر از معلمی بود، تقریبا 4 برابر. بله. بعد رفتم حقوق بگیرم، من نفر اولم شدم، اول پرمان و قبول شدم تو کنکور هم چیزش. رفتم پاکی برم میدون چیز، میدون ارک میگیم اینش که بله. دادگستری 4 طبقه داشت. طبقه اول که بود، طبقه دوم دادگاه حقوقی بود، طبقه سوم دادگاه کیفری، طبقه چهارم هم کارگزینی و به هر ریاست و نبود. پدر من که قاضی نشو، یعنی نصیحت یعنی که فرماسه. اما یه دفعه من حقوقم 4 برابر میشد دیگه، همت بزن که چرا نمیره پرسه. من رفتم به اصطلاح حکم بگیرم. خب نفر اولم شدم دیگه اول. و از طبقات رفتم بلو طبقه 3 دیدم صدای جیغ و بیله میاد، اون طبقه کیفری بود دیگه. بله. برگشتم
نرفتم حقوق بگیرم. آخ یه پرونده پر سر و صدا شما رو از یه شغلی با 4 برابر حقوق باز داشت. باز من همون ادامه دادم با همون نوره. همون که پدرم گفتن نوره حلال بخور. واقعا این درس بسیار، یعنی به هر حال قضاوت سخته و از عاقبتش ترسیدی. بله یعنی میخوام بگم خب ما احساسی هم بودیم از جهت. بله. به هر وقت دیدم که این دادگاه اونجا طبقه حالت همون فضای کیفری بود مثلا گریه و از این موارد، من دیگه نرفتم حکم بگیرم، برگشتم. کار سختی، ولی در مورد اون زمان هم قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ما روایاتی نداریم در مورد قضات، یعنی قضات مستقل بودن و در واقع استقلال قضایی بوده. با این حال پدر گفتن که قاضی نباشید. نصیحت بود، فرمان نبود. تذکر نمیدن که قضاوت کار مشکلی است و اینها. قضاوت رفت کنار. بعد چه کردی؟ من تحصیل و ادامه دادم و... توی مقطع ارشد؟ بله، یعنی ارشد که اون موقع از لیسانس به دکتری میرفت. بله بله، دکتری سره. بله. پدر من حالا یه نصیحت من کرد. او به گفت بگم جا که پسر جان چون بعد از کوزایی 28 مرداد من برای دبیرستان شدم دیگه. دبیرستان زبان خارجی هر حال داشت دیگه. گفت پسرم انگلیسی نخوند تا بدبخت شما انگلیس هست. و چون کوزایی 28 مرداد بله. جو زد انگلیسی. جامعه زد انگلیسی. پدر من گفت که با جان انگلیسی نخوند برو فرانسه بخوند. من رفتم فرانسه خوندم، زبان هم عالی شد در دبیرستان. در دبیرستان. و پس شما وقتی که قاضی نشدی تو دبیرستان هم که زبان فرانسه مخزنتون خیلی قوی و پر بوده، شما چگونه رفتید برای کارشناسی ارشد در فرانسه؟ چجوری پذیرش گرفتید یا بورس شدید؟ بورسیه شدم من. بورسیه وزارت علوم. بله. سال 47 سال 47 که من لیسانس گرفتم، پاییز 47 من برای رفتن فرانسه قبول شدم. بورسیه برای مقطع ارشد یا دکتری؟ برای ارشد نفر اول شدم و خب بورسیه شدم رفتم فرانسه. اونجا که رفتم فرانسه حالا میخوام بگم زبان فرانسه من بسیار خوب بود و من لهجه فرانسه بیار داشتم. در فرانسه که بودم موقع شما هم گفتن شما رو کدوم شهری، یعنی فکر انگار که فرانسوی هستی. آره به همجد هست که همون نصیحتی که پدر من کرد و خب من زبان فرانسه هم عالی شد. سر کلاس مثل مشارکت میکردم، مثل خود فرانسه هم موقعیت خوبی داشتم. همسر هم با شما اومدن فرانسه؟ بله. کدوم دانشگاه؟ دانشگاه پاریس، پاریس دانشگاه. یک پاریس یک برای ارشد. چقدر کارشناسی ارشدتون طول کشید؟ 2 سال. 1970 تا 72. بله. دوره کارشناسی ارشد کورس بود، درس بود، کلاس داشت؟ درس بود، بله کلاس داشت. و پایان نامتون عنوانش؟ پایان نامه داشتم، حالا عنوانش دارم من نکت پایان نامه در این معنی به معنی فعلی نه، یه گزاره حالت چیز بود، یه کار تکنیکی، کار تحقیقی. بله من این هم فوق لیسانس گرفتم در یه محلی به نام EEAP Institute International Administration Public، یه مؤسسه بود که در واقع مدیریت عمومی درسش شد. همجت است اون اونجا اکثر من حقوق اداری می‌خوندم و خب به هر حال نمره هم عالی بود به خاطر پراسم خوب بود. بعد بلا فاصله که ارشد تموم شد 1972 تا 75 همون دانشگاه پاریس یک دکتری، ولی این بار حقوق عمومی. بله حقوق عمومی. حالا که دارم میام خدمتتون، حالا من همین که حقوق اداری به هر حال خوندم، خود به خود علاقه به حقوق عمومی زیاد شد. علتش این بود که در حقوق اساسی من پیام حقوق اساسی در دوره همون ارشد پیامی که داشتم تنظیم قدرت تضمین آزادی بود. بله. به همین جهت است که در واقع مندرجات درسی و رفتاری و خواستاری من میل به دموکراسی، حاکمیت قانون دموکراسی و آزادی. این آزادی خواهی بجز فرمایشات پدر از کجا اومد؟ شما جز اساتید آزادی خواهید، این از کجا میاد؟ آزادی با آزادی خواهی فرق داره. مثلا شما میره اروپا همه آزادن، ولی ما هم یه آزادی خواه توش انصاف و مروت هست. این یه فردی قدرت فراوان داره آزاده، اون یکم چه ضعیفه چه آزاده، بنابراین اینجا اون که قدرت زیاد برای چه مسلطه. اما آزادی خواهی توش انصاف و مروته که پدر من گفت نون حلال بخور و متواضع باش، تو سادم این متکبر متکبر. اینا تعالیم پدر من بود که مرا به سمت آزادی خواهی یا لیبرالیسم راه بری کرد. توی دوره دکتری درس بود یا فقط تز بود؟ نه درسم بود. درسته. درس از اساتیدتون خاطرتون هست استادان رو؟ عرض کنم که
بله اساتید مثل بلانجوان و کلاس ها چند نفره بود اونجا؟ کلاس ها 20-30 نفره بود، هم ارشد هم دکتری. بله از همه کشورها هم بودن؟ بله. از ایرانی هایی که الان استادان بزرگواران با کسی هم دوره بودین اونجا همراه شما کنار هم شما؟ دوره آره بعضیشون، مثلا دکتر آشوری خود از ما جلوتر بود، جلوتر از شما تشریف برده بودن. بله اون رشته جزا بود، من رشتم حقوق عمومی. با دکتر آشوری هم رفاقت دیرینه‌ای دارین؟ بله. در فرانسه هم دیگر می دیدین و بله. با هم ارتباطات کامل بود؟ دکتر صفایی هم می اومد فرانسه، دکتر صفایی استاد ما بود ولی سفر زیاد میکرد فرانسه، هم دیگر می دیدیم. از این جهت هر حال مرحوم دکتر امامی هم فرانسه زیاد یاد میاد اونجا می دیدیم. بله. و از این جهت به هر حال من از پاریس هم تجربیات خوبی دارم که گشت و گذار میکردین در پاریس یا فقط از اونایی بودین که میرفتین سر کلاس و کتابخونه؟ گشت و گذارم داشت دیگه، خود همون دوره که من بودم به هر حال اون دوره دکتری که از اوقات فرصت های مطالعاتی میذاشتن، مثلا میرفتم تولوز یا فلان دوره میذاشتم، مثلا یا دو ماه یا سه ماه هم چالت. فرانسه خوش گذشت؟ خیلی خوش گذشت دیگه. اون موقعی که تموم شد می‌خواستیم برگردیم، دلتون نمی‌خواست بمونیم؟ به هر حال یک تعلقات خاطر خانوادگی اینا رو که نمی‌شناسید دیگه، مثلا پدرم مادرم دلم برشون تنگ می‌شد دیگه. حالا میام نیومدن تو این چند سال اونجا ببینن شما رو؟ نه خیر کسی نمی‌مد، من خودم اومدم، البته خانومم بیبردم میآوردم دیگه. شما حدود 5 سال فرانسه بودید، اومدید تو اون 5 سال ایران؟ بله مدام می‌رفتم دیگه. بله با پول دولت بورس بودید؟ بورسیه بودم دیگه. یعنی بورسیه پول رفت و برگشت هم میداد؟ این بورسی که بودم بورسیه فرانسه بود، نه بورسیه دولت ایران. آها بورسیه دولت ایران نبود. من امتحانی که دادم در سفارت فرانسه امتحان دادم. درست. اونجا هم تشریف داشتین خوابگاه متأهلی بود یا خونه بود محل سکونت؟ چون متأهل بودم چیز بود، خونه اجاره کرده بودیم میگرفتم. راحت بودین اونجا؟ آره راحت، خیلی خوب بود دیگه. تا اون زمان که بچه دار نشده بودین؟ چرا، من خیلی زود بچه دار شدم. قبل از فرانسه؟ بله من 22 سالگی بچه دار شدم دیگه. کدوم فرزندتون؟ دختر بزرگم دیگه، عفت استادات هاشمی. پس شما در واقع با یک فرزند تشریف بردین فرانسه؟ نه با سه فرزند. آها رفتین فرانسه سه فرزند داشتین. سال 42 بله دخترم بودم، سال 46 پسر اول محمد هاشمی مهندس عمرانه. بله سال 49 پسر دومم دنیا آمد که به هر حال این سه تا بچه رو من داشتم. درسته. من از بچگی خانم عفت و سادات، آقای سید محمد رضا و آقای سید حمید رضا. بله. شما با این سه فرزند تشریف بودین فرانسه. و این سه فرزندتون اونجا تحصیل کردن اون 5 سال رو؟ بله. مدرسه ایرانی یا فرانسوی؟ مدرسه فرانسوی بود. یعنی همسرتون بود و سه فرزند و شما 5 نفر. آره. جاتون خوب بود آقای دکتر؟ راحت بودین؟ عالی بود. خیلی خوب بود فرانسه. بله. تزتون در چه موضوعی بود استاد؟ عرض کنم چیز من حقوق کاری بود دیگه. آها چرا حقوق اساسی رو برای نداشتین یا حقوق اداری؟ نه این رساله هم بود، من حقوق عمومی بودم دیگه. آره نه میگم چرا رسالتون رو حقوق اساسی بر نداشتین؟ انتخاب به هر حال چیز بود، بخشش به اون آزادی خواهی و مشکلات کارگری و اینها نبود که شما طرفدار قشر کارگر و من وزارت کار استخدام شدم. بعضی از فرانسه تشبه بود؟ نه قبل از این تشبه بود. با دیپلم در وزارت کار احسن استخدام شدم، خود به خودی حساسیت خاصی رو جلب کردم. تو اون فضا بودی که در اون موقع مرحوم دکتر عراقی هم به هر حال در اون زمان من البته دانشجو بود که زودتر از من برگشت ایران شد. بله برای زمان حقوقارا موضوع بسیار کار، ولی اولین درسی که دادم من حقوق اساسی بود. بله در دانشگاه اولین درسی بود حقوق اساسی به حقوق عمومی، بنابراین از این جهت. پس فهمیدین که تزتون حقوق کار بود. عنوان تزتون یا موضوعش؟ روابط جمعی کار در ایران فرانسه. روابط جمعی تطبیقی کار کرد. بله. استاد راهنماتون آقای دکتر؟ موریس دو برژه. احسن. بله. خوش اخلاق بود؟ بله، خوش اخلاق. حالا چیز بود اونجا استاد خوب خیلی خوب بودن. منم چون زبان فرانسه می‌دونستم با شما رفیق‌تر بودم. رفیق بود. بله. درست. از روز دفاعتون بگید. نمرتون آقای دکتر؟ بسیار خوب. یعنی بالاتر از بسیار خوب دیگه نداشتید؟ چرا، عالی. بعد که تموم شد بلافاصله برگشتین یا نه بعد از دفاع بودید اونجا؟ نه برگشتم، برگشتم ایران. بله اون تا مرتبه جالب بود چون از زبان فرانسه خوب بود، یه جذبه ای برای من ایجاد شده بود. دکترامو که گرفتم اونجا من دعوت به کار کردن توی دانشگاه. دانشگاه من تا نکار کار آموزشی، کار پژوهشی و به هر حال حقوق خوبی هم می‌دادن. اون تا مرتبه من یه غرور ایرانی داشتم، جوان بودم دیگه،
منو که دعوت کردن برای مصاحبه، بعد گفتن که شما با طبیعت فرانسه هم داشته باشی. من غرور ملی داشتم، گفتم ببینم شما کارشناس مگه نمیخواد؟ گفتن بله. گفتم چه فرانسه و چه ایران با هم فرقی نداره، شما سواد منو میخواین. گفتم که ببین چی میگه، نبین کی میگه، این را که میگن بله. منظور مقاله از هنزور مقال اینه. اون موقع اونجا گفتم، گفتم غرور داشتم، غرور ملی دیگه بله، و حساسیت ملی‌گرایی داشتم بعد از کودتای 28 مرداد. بنابراین در اون سن جوانی یه تعصب خاصی داشتم، قبول نکردم اومدم ایران. همون شرط تابعیت باعث شد که ایران از وجودتون بهره‌مند شه. شانس آورده ایران. هم گفتن چرا نمیمونه فلان، گفتم من ایرانی هستم. اون زمان های دکتر ایران جامعه ملتهبی بود و در آستانه انقلاب بودیم. انقلاب تو فرانسه بود، انقلاب ایران؟ این التهابی که شما بگید اون موقع نبود، بود ولی نه اندازه با این حالت افراطی. یعنی من حالا که 57 دیگه انقلاب شد درسته؟ بله. ولی افکار کمونیستی گریبان ایران را گرفته بود، گرفته بود، در نتیجه منجر شد به انقلاب. اونجا انجمن اسلامی چیزی بود که عضوش باشید یا شما فعالیتی داشته باشید؟ فعالیت نه در اون معنا، ولی بود دیگه. شما عضو بودین؟ آره دیگه، نه عضو رسمی در اون معنا، ولی حضور داشت. تشریف آوردید تهران، چند سالی به انقلاب مونده بود، اومدین ایران. بله من... شغلتون تو وزارت کار ادامه دادید یا؟ بله، ولی خب دیگه وارد دانشگاه شدم. یعنی بلافاصله اومدید عضو شدید؟ بله. کدوم دانشگاه؟ من اول خود دانشگاه تهران بودم، بعد عرض کنم که چند تا مدرسه عالی باز شد. مدرسه عالی توی قم؟ نه در تهران. در تهران بله. مدرسه عالی که بعد خود من شرکت کردم در یک کردنش که محسترش دانشگاه علامه طباطبایی شد. بله. حالا که دارم میگم من دکترام گرفتم، خب رشتم حقوق بود دیگه. یکی از درسایی که خواستم بدم حقوق غیر اداری بود. مرکز آموزش مدیریتی که میشناسید دیگه. مرکز آموزش مدیریت دولت. آره. این رشته فوق لیسانس مدیریت دولتی داشت. احتیاج به معلم حقوق اداری داشتن، از من دعوت کردن، من رفتم اونجا مشغول شدم. یعنی میخوام بگم که تقریبا از سال 54 تقریبا دانشگاه تهران بودم، من اونجا دعوت کردن رفتم اونجا. و اونجا من استاد احلام که معلم تمام وقت اونجا شدم، حقوق اداری درس بودم و مدیریت دولتی، چیزایی که به هر حال در مرکز آموزش مدیریت دولتی. بعد از مرکز آموزش مدیریت دولتی رفتی دانشگاه تهران؟ نه، دانشگاه شهید بهشت. دانشگاه تهران بودم. آها بودی. ولی منجر شد با اون برخوردهای ظاهرا انقلابی. بله. استادا رو اخراج کردن. برای چه سالیه دارید میفرمایی؟ این مال سال 60-61. بله. دیگه التهابات انقلابی هر گرفته بود، همه استادا رو اخراج کرد. دکتر کاتوزیان، دکتر آشوری، نمیدونم بود. خیلی از استادا رو خلاصه چیکار کرد، اخراج کرد. من اون موقع اونجا بودم و با نسبت منم خیلی حساسیت داشت. من وقت دانشگاه شهید بهشتی که تشکیل شد، دانشگاه ملی بود، دانشگاه ملی، آقای دکتر افتخار شد رئیس دانشگاه داشت، رئیس دانشگاه، دو نفر جذب کرد، یکی من، یکی دکتر فلسفی رو بود دانشگاه شهید بهشتی 62. از اون موقع دیگه من دیگه دانشگاه تهران نموندم، رفتم دانشگاه تهران. اون ابتدا که برگشتین تو مرکز آموزش مدیریت دولتی که حقوق اداری درس میدادین، تو دانشگاه تهران چی تدریس میکردین؟ اونم هم حقوق اداری بود، هم دا حقوق اساسی. اون موقع چه کتابی بود یا جزوه میگفتین مطالبتون رو چه جوری ارائه میدادین؟ خب حقوق اداری کتاب مرحوم دکتر سنجابی استاد خون دیگه، کتاب ایشون بود. خب به هر حال درس میدیم و تو هم خیلی هم جذبه داشت دیگه، یعنی موقعیت بسیار خوبی من داشتم توی حقوق اداری. اون موقع دکتر قاضی هم تشریف داشتن؟ بله دکتر قاضی بود دیگه. با هم ارتباطی داشتین؟ ارتباط دوست داشت. تقسیم کردیم کار رو، گفت که من کلیاتو می‌نویسم، تو ایران رو بنویس. من ایران نوشتم دیگه. آقای دکتر قاضی چه روحیاتی داشتن؟ بسیار روحی خوب، انسانی، با شخصیت، متواضع، منصف و واقعا نامشدی که دیگه. شما فرمودین که از فرانسه تشریف آوردین، چند سال بعد انقلاب شد، شما تو تظاهرات و اینا را شرکت میکردین؟ خب التهاب گرفته با همه را کردید و هر حال مقبان با مقبرشا میگفتیم دیگه. بله، پس در جریان انقلاب هم مشارکت داشتیم؟ مشارکت نه افراطی، ولی و در مسیر ما تشریف بودین دانشگاه شهید بهشتی، اونجا هم همین درس‌های حقوق اساسی و اداری، اولین درس هم حقوق اساسی بود، حقوق اداری. بله.
شما در زمانی که تو دانشگاه تهران بودین دهه 40 تو درس حقوق اساسی یا درس‌های دیگه استادان وارد این فضا می‌شدن که حکومت رو نقد کنن؟ اساسی دو تا بود، یکی اساسی کلیات بود که ایران کلیاتی که داره توش میگفتن. بله، اول در ایران رو نمیگفتن، نرم و ملایم میگفتن. بنابراین گفتن حقوق اساسی در واقع انتظام بخش روابط حکومت و مردم، برای مردم حق ایجاد میکنه، برای حکومت تکلیف ایجاد میکنه. چیزا بود دیگه، یعنی شاه رو نقد کنن یا مثلا چیزی بگن؟ خیلی نبود، نه در اون معنا نبود دیگه. هیچ کس جورت. شما وارد دانشگاه شهید بهشتی شدین، اونجا به مدارج عالی رسیدین، دانشیار، استاد تمام و در زمان بازنشستگی استاد تمام با پایه 31. بله. و از اون استادانی بودین که پیرو به همون تفکرات آزاد و آزادی خواهی. شما خیلی راحت سر کلاس حرف می‌زدین. بله. و دکتر افتخار و دوستان دیگه در اون دانشگاه یک محیط امنی رو به صورت آکادمیک فراهم کردن که بله. شما نقد کنید. بله. از چیزی نمی‌ترسیدین؟ چون اون موقع مثل الان اینقدر فضا بله این گونه نبود. نه ببین، من مستدل صحبت میکردم، نمیدونم چطوری سیاسی نبود، یه حالت شیخکی صحبت، نرم صحبت میکردم. مثلا فرض کنیم که آره کتابم نگاه چیزی که هست با دوره انقلاب هست توش، گفتم اصل 57 چنین میگه، نقد علمیه. اصل 57 حاکمیت مطلق بر جهان انسان از خداست، او انسان را حاکم بر سلم، هیچ کس حق ندارد این حق را سلب کن، انقلاب احساس یا در خدمت من فرد بخواست قرار دارد. من روی خیلی اساس بودم. خب تو تدوین قانون اساسی می‌خوندم، مشارکت داشتم. ولی از من نظر مثلا می‌خواستم مرحوم دکتر حبیب مثلا از من نظر می‌خواست. بله. یعنی زبان نرم و زبان طنز و زبان احترام آمیز. که من اون موقع سر کلاس می‌گفتم دیگه. که بله این حاکمیت مطلق اصل 50 شد. یعنی مجموعه این ویژگی‌ها باعث شد که شما سیف بمونید. بله. طول این زمان هیچ وقت براتون مشکلی پیش نیومد؟ صحبتی تلفنی بیاید با شما صحبت کنیم یا چرا نقد اینا بود دیگه؟ به هر حال نه برای شما اختاری من... بیاد آقای دکتر هاشمی فیتیله رو بکشیم پایین یا نه حالا که دارم میگم خدمتتون، من موقعیت خوبی داشتم و خیلی جو از من استفاده میکردم. معتمد حکومت بودی؟ آره، نه معتمد، نیاز بود. آقای دکتر هیچ وقت احضاریه‌ای، دادگاهی، بازداشتی، صحبتی دوستانه؟ بازداشت نه، ولی احضار شدم و زلنشون تموم شد دیگه. احضار شدین که آقا بیا جواب بده چنین حرفا رو زدی؟ بله. دادگاه انقلاب؟ بله بله. چه سالی؟ دهه 60؟ دهه 60 دیگه. بله بله. ولی کلا من واقعیت خوبی داشتم، رو من حساس بودن. برام میخوام بگم خدمتتون، چون اون انتظام بخش رابطه قدرت و اینها بودم، بله، خود به خود مسائلی میگفتم که مورد قبول بود. حتی مثلا روزنامه ها یا مثلا فرض کنیم که دادگاه انقلاب رفتیم، براتون رأی صادر شد یا نه؟ نه، مختومه شد. بعدش هم که دیگه مشکلی براتون پیش نمیاد. ولی تو دانشگاه شهید بهشتی شما خیلی راحت حرفاتونو میزدید. بله. ولی محترمانه و تو چارچوب علمی. آره. من به حرفام میزدم، مطابق گفتم محل تأمل به نظر میرسید. درست. یعنی بجای بگم خلاف ایناست، نرمکی صحبت میکردم. بله. اون زبان طنز حلال مشکلات هست. چه زمانی شما کمک کردید به دوستان در قم برای مجتمع آموزش عالی؟ بنیان گذار مجتمع آموزش عالی قم، یا که مدرسه عالی قضایی بداری قم. بله. پدر دکتر جی بیدری، مرحوم دکتر مرحوم جی بیدری بنیان گذار اونجا بود. بله. از استاد دعوت میکرد و یه جذبه ایجاد شد اونجا. مثلا دکتر کاتوزیان اومد، همین دکتر صفایی، دکتر عراقی، دکتر آشوری، منم میومدم دیگه، خیلی کمکشون میکردم. هم حقوق اداری داشتم و حقوق اساسی. تقریبا از 57 تا 62 اونجا بودی؟ بله بله، اونجا بودم و خود به خود هست. اونجا رئیس بودین، سرپرست بودین یا فقط صرفا استاد بودین؟ نه، اول استادم بعد رئیس شدم. چند سال من رئیس اونجا بودم دیگه. مرسالی زیاد باز شده بود. بعد انقلاب که شد، دو تا مسئولیت دانشگاه من داد. یک، ریاست مرکز آموزش قدرت دولتی. دو، همین ریاست مدرسه عالی قضایی که شد پردیس. مرحوم دکتر شمتر استاد جیل، وزیر علوم مرحوم بازرگان. آقای مدرسه عالی چی برو ببندش؟ کی؟ هم مرحوم شریعت مداری. آه، مرحوم شریعت مداری وزیر بود. وزیر علوم. گفت آقای مدارس باید جمع بشه. آره، چیز بود. نه که نصیحت چیز بود، توصیه کرد، نه که امر صادر. بله بله. من چودم جای خوبی استاد خود، حیف هم شد. رفتم خلاصه. رفتی با کدوم بزرگوار صحبت کنی؟ با امام. امام موقع بود دیگه. تشریف بودی میشه حضرت امام. من دوست حاج احمد آقا بودم، بچگی با هم بودیم بود کرده. من حیف هم اومد بودم، چودم جای خوبی است. من با حاج احمد آقا به سر امام با هم رفیق بودیم. پارتی بازی کردم و
رفتی خدمت حضرت امام؟ رفتی پلو امام. عرض کنم که من چون جوان بودم، 30 چند سالم بیشتر نبود، 2 تا استاد قدیمی رو همراه خودم بردم. آقای یکی دکتر مهدی محقق بود، بحبه. استاد فلسفه بود. بله. یکم آقای دکتر لنگرودی؟ نه، دکتر لنگرودی آره. و گفتم که اینجا خوب است و استاد خوب داره. و اگر اسلامی باشه نظر من ایرادی نداره. امام گفتن. خب ما همینا چیز کرده و خب حاجت هم رفیقم بود دیگه پسر امام. به هر حال مانع بستن بشه. حضرت ما مرقومه دادن دیگه دفترشون. نه شفاهی. شفاهی. همچی گفتن و خلاصه دیگه پرونده بسته شدن مدرسه عالی قم بسته شد. آره. بنابراین به آیه شریف داری گفتم و دیگه اونام گواهی دارن آیه لنگ. حاجه احمد آقا. حاجه به هر حال بله. جلو اونجا بسته شد. یعنی شما رئیس اونجا بودید و اونجا رو نجات دادید. نجات دادم خلاصه دیگه اینجا به هر حال دیگه من نداشتم روز تحکیل بعدم وابستش کردم دانشگاه تهران. بله. آیت الله خامنه‌ای که در واقع نماینده مجلس شورای اسلامی اول بودن سال 61 تا 68 دو دوره رئیس جمهور بودن و فرمودین که با توجه به سواد و سمت‌های حضرت عالی و این که نیاز بود به علم حضرت عالی از شما درخواست کردن که مشاور حقوقی بشید. بله بله. و شما چرا پذیرفتین؟ خب من عرض کردم که دارم بگم من بهشون گفتم از اول گفت شما کار دانشگاهتون انجام میدید. شما گفتین که من توصیه پذیر نیستم، سیاسی نیستم. نه. من گفتم من حقوقی صحبت میکنم. بله. نه چیز بود گفتم. چون شما منو دعوت کرد منو خودش رسما از من دعوت کرد. شما نهار تشریف بیارید. یه اون موقع معاون حقوقی اینا نداشتیم. نفر اول حقوقی شما بودین. نه معاون حقوقی هم داشتیم. نه نبود. به هر حال اونجا اختیارات رئیس جمهور من اون چیزاش که وجود داشت. هفته چند بار میرفتین آقای دکتر؟ هفته که 2 روز میرفتم دیگه. خودتون میرفتین یا میومدن خدمت؟ میومدن میبردنم دیگه. درسته. حقوق چقدر میگرفتین بابت اون کار؟ نمیدونم یادم نیست. بعد چند نفر پرسنل داشتین؟ کارمند و اینا زیاد بودن اونجا؟ نه در اون معنا نبود. من خودم مشاور رئیس جمهور بودم. خب نه مثلا شما به کارشناس ارجاع بدین که کارهای اولیه رو انجام خودم بده. خودم انجام میدادم. آها همه رو خودتون. آره خودم انجام میدادم. تحلیل حقوقی میکردم. تایپ میکردین یا دستنویس بود؟ تایپ هم میکردم. این نظریاتتون فکر می‌کنید الان جایی هست باشه که بتونید پیدا بکنید؟ شاید باشه دیگه. خود برم داشتم ولی الان یادم نیست کجاست. چه جوری کارا رو به شما ارجاع میدادن؟ با دست می‌نوشتن؟ نه تلفنی یا حضوری صحبت می‌کردم. یعنی بیشتر حالا و شما همه رو مکتوب میدادین خدمت من شما. تحلیلی می‌نوشتم و ایشون روش دستور میدادن که اجرا شود یا نشود. بله. مواردی بود که نظرشون شما رو بگن که نه این نباشه بایگانی بشه. یا معمولا اجرا میکردن؟ نه معمولا اجرا. شما در طول این دوران فقط مشاور بودین یا یه رابطه خیلی نزدیکی بین شما و حضرت آقا شکل گرفت؟ رابطه هم به هر حال مثلا مسافرت ها اینو میرفت و منو میبرد دیگه. بله مثلا کشورهای مثلا ایشون که رئیس جمهور دیگه به هر حال میرفت. چند تا کشور باشون رفتیم؟ آره. دیر وارد کانون وکلا و عرصه وکالت شدید؟ بله وکالت البته من خب وکالت میکردم اون تا ندارم معنای زیاد. بعدش هم ورود من یک بیشتر حالت ورود علمی بود. من وکیل بودم بعد با اون همه در واقع جایگاه. بله 11 تا وکالت بیشتر نکردم که میرفتم وکیل بودم تو دادگاه. بعد خیلی از این قضاها دانشجوهای سابق من بودن. خب من نظر میدم گفتن استاد حکم چی صادر کنیم. قاضی من میگفت که وکیل بودم حکم چی احترام میکردم. احترام میگم من دم من نمیخوره. مرحوم دکتر قاضیان هم گفت من یه وکالت بیشتر نکردم. ایشون هم من نصیحت که قبول نکن وکالت. بنابراین من عضو کانون هنوزم هستم دیگه. بله. منتها وکالت نکردم دیگه. همون 11 تا وکالت کردم که من موقعیت خوبی داشتم. یک از جامعه بود ادامه بود ولی من ادامه آیت الله خامنه ای بعد از اینکه دوره ریاست جمهوریشون تموم شد در جایگاه رهبری نظام انقلاب قرار گرفتن ارتباطتون قطع شد؟ ارتباطتون نرمتر شد. چیز نبود قطع در اون معنی نبود ولی خب کمتر نیاز بود دیگه. در مورد کتاب هاتون بگیم شما آثار بسیار ممتازی رو تألیف کردین. دو جلد کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران که جلد اول اصول و مبانی کلی نظام هست و جلد دوم حاکمیت و نهادهای سیاسی. این دو جلد خروجی سالها تدریس و تحقیق شماست که ابتدا به صورت جزوه بوده و کتاب شده. بله. خودتون تایپ کردین همه رو؟ بله همه رو خودم تایپ کردم با سیستم داس. بله. زرنگار رو زرنگار. همون جوری هم که فرمودید مثلا زمانی که مشاور حضرت آقا بودین همه کارها رو سفت و سخت خودتون انجام میدادید؟ خودم انجام میدادم. بله.
اصلا یاد داشت میکردم میدونم بله. و کتاب حقوق بشر و آزادی های عمومی کیفیت رو بر کمیت ترجیح، یعنی کتاب نوشتن خب میشه، مثلا دوستانی هستن سالی 4-5 تا کتاب نوشتن، من با کیفیت رو بر کمیت ترجیح میدم. من اصلا هیچ کدوم از مطالب رو بدون وضوع نوشتم و پر از فرهنگ دینی و آیات قرآن و اون مخزن مطالب حق رو بیان کردم و رضا شما نگاه بکنید خیلی مستند و مستدل هست و رضا اینا این چون از نظر کیفی بالاست، هم زمان میبره و هم بنابراین من کیفیت و کمیت ولی ماندگاره ترجیح میدم. سال 73 جلد دوم کتاب شایسته سال شد از طرف ریاست جمهوری و سال 75 جلد یک کتاب جایزه سال شد. بله بله. به هر حال میخوام بگم کتابش یه کتاب نمونه است که هنوزم من نمیخوام پوز بدم ولی بی‌نظیر هستی. ما پوز شما رو همه جا میدیم. آقای دکتر شما خب قبل از اینکه در واقع فرانسه تشریف ببرید فرمودین که در وزارت کار مشغول بودین، اونجا تز دکتریتون حقوق کار بود و سالها هم حقوق کار رو تدریس کردین. بله. کتاب حقوق کارتون چقدر دیر چاپ شد؟ من به احترام مرحوم دکتر عراقی بود دیگه، چون شما متخصص حقوق کار بود، من خیلی چیزا رو حساسم. مگه اشکالی داشت که؟ نه، حالت رقابت پیدا میکرد واش کاری مثلا چیز بود این و اون. من میدم که دکتر عراقی من خیلی دوست داشتم، انسان بسیار بله شایسته و فرزانه و پریخته و علم و اخلاق. اینه که من به احترام ایشون کتاب چاپ نکردم، بهشون پوکن من کتاب پس حضرت عالی در واقع به احترام حضور ارزشمند آقای دکتر عراقی کتاب اوکارتون آماده بود ولی چاپ نکردم. به احترامشون چاپ ولی در سالهای اخیر خیلی کم تدریس کردیم حقوق کار رو، تقریبا از یک جایی به بعد یه حقوق کار رو تدریس نکردیم. حقوق کار تدریس نمی کنم ولی خب هستن دیگه. فکر می کنم اواخر دهه 70 دیگه تموم کردیم. حقوق کار خیلی درس دادم من. ولی میخوام بگم مثلا در 15 سال اخیر دیگه تقریبا تدریس نکردیم حقوق کار رو. نه حالا چرا در مثلا تو دانشگاه گازی قادره؟ شما بعد از اینکه مشاور حقوقی رئیس جمهور بودین 8 سال، این در زمان آقای رفسنجانی خاتمی هم ادامه پیدا کرد. بله، من تا ندارم معنای اینکه مشاوره مشورت می‌کردم. مشورت می‌دادم دیگه. بله. شما نشاندار هستید؟ منظور از نشاندار چی؟ کسب نشان علمی ریاست جمهوری در سال 82. بله. بله. زمان آقای خاتمی. زمان خاتمی. درسته؟ بله. اون روز یادتون هست؟ یادم که خب نشان گرفتم دیگه. اون نشان کجاست بخواییم ببینیم؟ نمیدونم. منزل هست؟ منزل نیست. حالا من خیلی چیز نبودم. این میخوام بگم تالار افتخارات شما کجاست که موزه دکتر هاشمی رو بریم ببینه؟ من افتخار موزه نداریم. نه. از هیئت نظارت بر قانون اساسی زمان آقای خاتمی بگین همکاری داشتی؟ بله. بفرما. من همکاری داشتم چی مرتب هفته یه روز جلسه داشتیم با آقای خاتمی، خیلی از من کمک می‌کرد. آقای دکتر شما مدیر گروه حقوق عمومی بین الملل بودی تو دانشکده حقوق سالها. از مدیریتتون بگین، مدیریتتون به نظر خودتون چطوره؟ ببینید من که نمیگم من به وضعیت خوب از خودم که نمیخوام تعریف بکنم. ما تعریف میکنیم. نه حقوق عمومی جایی نداشت، حقوق جزا داشتیم به اصطلاح حقوق خصوصی و حالا حقوق بلمن. اصلا حقوق عمومی کسی چیز نداشت. مرحوم دکتر شریف آن حقوق عمومی رشته شد درسی کج میکرد، من جای حقوق عمومی رو باز کردم. یه مجادلات شیرینی با دکتر شهیدی داشتین در مورد اینکه کدوم حقوق خصوصی یا عمومی مادر و اصله. بله. خب ایشون که نظرشون رو خصوصی بود. شروع خصوصی بود. سم گو آخه چیز هم هست. خب اونا رشته هست. در همچه کت میکرد. مسخره میکرد به من. حالا نبود بگم چیز رو. خب نه خواهش من. نه میخوام بگم خدمت شما که اصلا حقوقی رو اصلا رشته نمیستن. به همین جهت هست که الان همه من میگم بنیانگذار حقوقی من برها بودم. بله. خودشون میگم پدر حقوقی من. بله. هستم. واقعا حقوقی جای خودش رو باز کرد. بله. شما در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با کدوم یکی از استادان بیشتر رفیق بودین یا بیشتر روابط نزدیک یا حسنه تری داشتید؟ خب اولش دکتر فلسفی دیگه بیشتر همیشه الان داریم رابطه.
اون درک میکنه قضیه رو. ولی خب استاد دیگه هم بودن دیگه. در زمان تدریس زیاد پای تخته بودید؟ یعنی در واقع زیاد تخته رو خالی و پر میکردید؟ تدریس من پا تخته بود دیگه. مینوشتم مستدل و مستدل. شکل درس رو میکشیدم. آقای دکتر، شما نظرتون هست که اساتید وارد عرصه سیاست بشن یا مشارکت سیاسی داشته باشن یا نه دور باشن یه گوشه ای باشه سیاست؟ ببینید این دو تا مسئله است. از نظر علمی آره، ولی از نظر اجتماعی گاهی از اوقات این سیاست علم تحت شعاع قرار میده. فلزا بدبینی که از قدیم نسبت به سیاست و سیاست میگن پدر نادر نداره، یا فرانسویان لپولیتیک نپادن فا سیاست بچه نداره. ما قدیمی ها تو ایران میگن چی؟ سیاست پدر مادر نداره. به همین جهت است که رشته حساسیه. و حالا که میگم من خدمتون، من یعنی ذات حقوق با امر سیاسی؟ بله، چون در امر سیاسی اقتدار هست، اقتدار هم کبر میاره. اگر شما یه استاد جوونی یا یک استاد میانسالی از شما بپرسه که از من خواستن که من از یک لیستی یا یک رئیس جمهور خاصی حمایت کنم تو انتخابات، شما میگین این کارو بکنه یا نه؟ ببینید اینجا اگر حمایت سوء استفاده از اون مقام موقعیت بشه، خب قبول قبول نیست. برای شما ممکن طرفدار پناهجست باشید نباشید دیگه، اصلا در انتخابات شما رأی میدید. اما موضع‌گیری بایستی موضع‌گیری منصفانه. شما خودتون انجام دادید مثلا در انتخابات آقای خاتمی یا آقای رفسنجانی از جون حمایت کردید یا نه؟ چرا حمایت کردم، منتها نبود در مقام معلم فقط. بله. آقای دکتر، این سواد و دانش و موقعیت شما در تمام این سالها باعث شد که شما صرفاً یک معلم باشید و اگر سمت مشاوره یا ریاستی هم دارید اون هم تو محیط آکادمیک باشه. این به طور طبیعی حضرت عالی رو از پول دور کرده، یعنی شما خیلی خیلی میتونستید تمکن بیشتری داشته باشید. پشیمون نیستین؟ نه. ببینید آن چی گفتم، پدر من چون که نسای پدر من که نونه حلال بخور، عرض کنم که مذرت بخوام، من میخوام نهار بخورم. خب فرض کنم اینقدر نهار درسته، دو تا نهار که نمیخورم که. نیازهای انسان باید منطقی تأمین و تضمین بشه. به همین حرفه معلمی و این سلوک رو ترجیح میدید؟ بله. یعنی الان راضی هستین از این جایگاهی که هستین؟ بله. من معلمی رو که میگن پیشه انبیاس، واقعا معلم باید مثل عشق و شوق پرایند و تحفه علم و نور، سفیر تفکر تعقل خرد، تو رو از جهالت به دانش برد. پدر گر تو رو موجود پیکر است، معلم به روحت تو رو رهبر است. خانواده همینجوری نبودن؟ مثلا همسرتون بگن کاش یه مقدار پولدارتر بودی بهتر بود زندگیمو؟ نه، من با خانومم پیش کردم همین کلمه نون حلال. به هر حال فرزندانم راضی بودن؟ من رسال مجموع آره دیگه. خب خدا رو شکر. غیر حقوقی مطالعه چی داشتین؟ هنر، موسیقی، رمان یا نه بیشتر قرآن و نهج البلاغه؟ قرآن و نهج البلاغه بیشتر دیگه. حالا نه که من اونا هم مطالعات هم داره، مثلا فرض کن تاریخ هم خوندم مثلا چیز هست، ولی بیشتر مطالعات دینی و قرآنی و نهج البلاغه. نه در معنایی که مثلا بخوام موضع‌گیری بکنم، ولی قرآن بیشتر. بهترین کتابه که مثلا نهج البلاغه هم شما تعالیمی که ممارده بسیار قشنگه. موسیقی گوش میدین؟ بله. چی گوش میدین؟ دلکش مرضیه. آره. روزانه گوش میدین؟ هفتگی دلتون میگیره یا سر راه؟ به هر حال هستی که حالا جوانی هم همین دوستان آره. رو گوش میدادین؟ بله. موسیقی البته پدر من گفت که چیز با رعایت کن، حرام است. میذاش گوش کنی؟ کاری نداشت، میگفت مراقب باشی. خودش گوش نمیکرد مثلا، فکر که حرام هست. خانواده خسته نشدن؟ گفتن که آقای دکتر 80 سال گذشت، حالا یه ذره استراحت، یه ذره این کتاب و درس‌ها کنار، یه ذره زندگی. خب من از بچگی چون حالا عادت دادید دیگه همه رو عادت دادید؟ بله. بسیار. حتی خانم هم گاهی از اوقات انتقاد میکنه دیگه، نمیتونه. سر جلسه دفاع اشک کسی رو درآوردید؟ نه. چرا؟ برای خب مگه نباید بلد باشه؟ مگه نباید کارش خوب باشه؟ ببین رفتار نباشه. گریه کنه؟ نه، رفتار سیخکی نباشه، رفتار نرمکی باشه. یعنی دفاع که میگیم خب بله نمره هم میدیم مثلا رو که پایین بالا مطلبی نیست، ولی کلا میخوام بگم که اخلاق رو نمیتوان نایزه گرفت. پایان نامه یه رساله ای بوده که رد کرده باشید آقا نمیشه، برو بعدا بیا دفاع. آره. دوباره البته اونا که من خود راه رو باشم تا زمانی که چیزش تایید نمیذارید به جلسه دفاع برسه. آره. داور سختگیری هستید؟ نه، متعادل. یک سری مقامات و پست های اداری در دانشکده و دانشگاه وجود داره، مدیر گروه، معاون پژوهشی آموزشی،
اینها رو استادان قبول بکنن یا نه قبول نکنن، قبول بکنن از کار علمی میمونن. ببینید کار دانشگاهی نیست که فرمایشی باشه. مدیر گروه که بگیم، مدیر گروه فرمانده کل که نیست که، یعنی چیزه اداره میکنه، درسته؟ مثلا گروه تشکیل میشه، نظر استادا نظر خودشو میدن، مثلا اکثریت میگن اینجا اونجوری بالاست، میگه من امر میکنم صادر میکنم. جلسه علمی است دیگه. یعنی شما میگید قبول کنن، از کار علمیشون نمیمونن، وقت میگیره، خیلی وقت گیره. یعنی قبول بکنن یا نه؟ نه من نمیتونم. حالا شما مشورت میخوام، یعنی آقای دکتر من مثلا 10 سال عضو هیئت علمی ام، من معاون پژوهشی دانشکده بشم یا نشم؟ من نمیگم نه یارو، خودش باید بگه. نمراتتون بیشتر پایین بود یا بالا؟ هم پایین هم بالا. بسیار. ولی من انصافا یعنی چی هست، ارفاق هم بیشتر. 7 و 10 میدین؟ ها 7 و 7 7 میدم. 7 و 10 نمیدین؟ 8 و چی؟ چه سوالی میکنی؟ نه این سوال خیلی مهمه آقای دکتر. نه ببین مثلا که سن 9 باشه من 10 بشم. 8 و 10 نمیدی. نمیدونم بستگی داره. بستگی به خود سوال و جواب دیگه. نه دانشجو میاد جوابش خیلی خوب نیست. میگه آقای دکتر من مشکلاتی داشتم و این مشکلاتم الان روز به روز برای همه بیشتر میشه. میاد برای شما کل زندگی رو میریزه روی میز. بله. و میگه آقای دکتر من این همه مشکل دارم. خب شما اگه میشه 7 منو 10 بدین من برم. خب اینو ارفاقش باید منطقی باشه. ولی خب من حسب مورد میگی بعد نمره کم نمره کم نمیدم زیاد. کم نمره و بد نمره نیستی. مشکلات دانشجو به استاد ربط داره؟ ببینید این من مشکلی که داریم الان شو ما انسان ها مشکل دارم برم حل مشکل شو چیکار کرد چیز کرد، بنابراین دانشجو باید من صحبت بکنه یا چیز بکنه، یا مثلا هارس که دیگه دارم میگم دانشجو میخواد بری دختر خواستگاری مثلا من کمک میکنم بشه. بله در مورد خارج رفتن که شما مقاطع کارشناسی ارشد دکتری رو خارج تشریف داشتین، اگر دانشجو یا دوستانی خدمت شما بیان برای مشاوره و بگن ما شرایطش رو داریم که هم داخل و هم خارج تحصیل کنیم مقاطع تحصیلات تکمیلی رو، شما پیشنهاد میکنید که برن یا بمونن؟ بستگی داره. اگر که واقعا خارج رفتن به اصطلاح محصول خوبی یا حاصل خوبی داشته باشه، خب ترجیحاً خارج هم میشه. ولی کلا من میگم با پیشرفتی که علم کرده و رابطه سر کتبی و علمی که وجود داره خیلی از موارد میشه با از همین طریق نیازش شاید نیازی نمیشه. ولی خب مثلا کلاس وقتی کلاس درس استادش مخصوص یا چیز، بنابراین اگر کسی در اونجا مثلا رشته ای با استادش برتری داشته باشه خب اون ارجحیت داره. شما نمراتی که به دانشجویان میدید بر اساس من حیث المجموع یک دید و شمای کلی است یا فقط برگه رو میبینید؟ نه هر دوش، خود جواب لازم است با جواب داده شد. خیلی جواب هم ممکنه متفاوت، نظر شما و نظر من ممکنه متفاوت بشه، بنابراین مستدل به مستند باید بشه. الان سیاست وزارت علوم سال هاست در دوره دکتری شرط فارغ التحصیلی یا تسویه حساب مقاله مستخرج از تز هست. کلا با این دید مقاله نویسی و الزامات موافقی؟ خب مقاله این نماد کاری است که انجام شده مورد ارزیابی مثبت یا منفی قرار میگیره. منتها در کشور ما الان تعرض کمیت بر کیفیت گاهی از اوقات مانع به اصطلاح ادامه کار یا مانع تحصیل حتی میشه. بنابراین اگه اینطور بشن شما که همین دوره دکتری شما باید مقرر است که هر دانشجوی یه مقاله داشته باشه. من نگاه میکنم طرف دانشجو من بوده دو سال داره میگرده جایی رو بره چاپ مقاله چاپ پیدا نمیکنه. یکی بایستی از جمعی جهات امکانش فراهم. برای کلن خوبه، الزام خوبیه، التزام خوبی هست. بله. آزمون جامع در دوره دکتری برگزار میشه و مفهومش این هست که سه ترم هر درس تمام دروسی که دانشجو خونده یه بار دیگه امتحان بده. این موافق این باش؟ امتحان جامع باید مفهومی باشه، یعنی در واقع شما این درس الف و ب و جیم هست، درسته؟ اینا متفاوت و هر قابل توجه و تأمینه، اما ممکنه بین اینها یک به اصطلاح رابطه خاصی باشه که احتیاج به تحلیل ویژه داره که اینجا امتحانش میشه امتحان. یعنی شما با آزمون جامع موافق هستین؟ بله. همه این درس ها رو قبلا خوندن، نمرش رو گرفتن؟ میدونم. و هر وقت میگم امسال جامعه، من نمیگم حتما پلیسی باشه، ولی کردن امسال جامعه میتونه مفید باشه. این که آزمون جامعه
بعد از یکی دو بار مردود بشن اخراج کنن، با این موافقین یا نه هر چند بار که امتحان بده تا قبول شه؟ خب اون چیزی که مسلمه خود همون مردود شدنه. مردود شدن مانع ادامه نیست، نباید باشه. بله. بنابراین قبول نیست، این نیست که کلن اخراج میشه. اعضای هیئت علمی رو شما سالها جز افرادی بودین که مصاحبه میکردین برای جذب یا ادب جذبشون. اگر استادی خارج از کشور تحصیل کرده باشه و اساتیدی بودن که در داخل باشن، شما کدوم رو اولویت میدید؟ اون که خارج درس خونده یا داخل؟ ببینید اون که شما دارید میگید چیز برای پذیرشش اختبار میشه، این چیزیه که در وضعیت دانشجو با اختبار امتحان مشخص میشه اولویتتون نداره. یعنی میخوام بگم که این که صرف خارج درس خونده یا داخل به تنهایی ملاک نیست. نیست. ما در آموزش حقوق به نظرتون از زمانی که حضرت علی دوره کارشناسی بینید تا الان پیشرفت داشتیم یا پس رفت نسبت به سنوات ماضی گذشته؟ حالا اینکه شما میگید بستگی داره توش هست، منطقه من میگم من حسول مجموع پیشرفت توش بوده. در مجموع شما میگه حرکت رو به جلو بوده. توی این سالهای تدریس هرچی اومدین جلوتر به نظرتون مهربونتر شدین آقای دکتر یا مثل تغییری نکنین مهربونتر شدین؟ خب به هر حال خود مهربانی مراد ازدواج کردی، ولی کلن میخوام بگم من طرفدار بیشتر طرفدار ارفاق هستم تا طرفدار برخورد منفی. ما الان ارشد و دکتری حقوقی رو خیلی گسترش دادیم، تو خیلی جاها بردیم که حداقل ها رو ندارن، موافقی؟ نه وقتی داریم میگیم به هر حال ارشد بایستی پیام مثبت و مطلوب مستقبل داشته باشه. اجازه بحث سیاسی میدادین؟ آره. تو کلاساتون دموکرات بودید؟ دموکراسی داشته حرف مخالف شما کاملا مخالف دکتر هاشمی صحبت کنه؟ مستند و مستدل بشه ایرادی نداره. یعنی استادی نبودین که دوست دارین مثل شما بنویسن بگن نظرات مخالف رو راحت قبول میکردین؟ بله. استاد تا چه زمانی بره سر کلاس آقای دکتر؟ تا چند سالگی؟ بستگی داره به توان خودش. آره. روی حضور غیاب خیلی سختگیر بودین یا تأخیر و تعجیل؟ نه. رابطتون با فرزندانتون بهتر بوده یا با دانشجویانتون؟ خب رابطه با فرزندان عاطفیه، بنابراین بچه من بچه من دیگه، دانشجو یک رابطه انسانی. برای کدوم بیشتر وقت گذاشتید؟ به نظرم برای دانشجو بیشتر وقت گذاشتید. آره. الان دارم برای شما وقت می‌ذارم دیگه. یعنی به نظر شما معلم بهتری بودید یا پدر بهتری؟ یعنی اونا هیچ وقت قبطه نخوردن گفتن کاش ما هم دانشجوی شما بودیم؟ من نمیتونم خودم ارزیابی بکنم چه من بهتر بودم بهتر. نگاه خودتون باش. به هر حال چی که مسلمه پدر پدر معلمان معلمه، درسته، هر کدوم جای خاص خودش داره. به نام خداوند گیتی فروز، خداوند شام و خداوند روز، که از خاک تیره بشر آفرید، زروحش در او جوهر جان دمید، بشر را به هستی کرامت نهاد، به حکمت فضلش برا برگشاد، جهان طبیعت به انسان سپرد، به آزادگی ره و آزادگی جسم جان را فشرد، به خشکی و دریا شد و استوار، که روزی بجوید به عزم و بکار، سه مبنا و از آدمی را مرام، گشاده کند زندگی بر انام، بنای نخستین بر آزادی است، اراده و عزم بشر هادی است، تساوی بود رکن دوم بسوق، تساوی به ذات و تساوی حقوق، سه دیگر بود رکن همبستگی، اخوت بود شرط پایستگی، بدین سان حقوق بشر پا گرفت، شعار شعور سراپا گرفت، مزین بدان شد حقوق ملل، حقوق اساسی بدان مستدل، حقوق بشر مستر جلوه هاست، که هر یک از آن گوهری پربهاست، فراتر نهاد حقوق بشر تفکر بود گوهر معتبر، بود مظهر آن بیان و قلم، شهادت بر رحمان و بر قلم، همه ره بجویند از این ره گذر، به سوی نظام حقوق بشر، به آزادی امنیت و زندگی، و آسایش و نشو و فرخندگی، سزد رهنمود همام خرد، دمادم حقوق بشر پربرد، پیامش رهانت بشر راز بند، و آزادگی سر برارد بلند، که آزادگی جوهر آدمی است، حقوق بشر هان بران متکی است، مشوق بنده و برده دیگران، رها آفرید از خدای جهان،
به آزادگی ره سپارم دلام، به آزادگان صد درود و سلام.